امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. به ولگ جدید خیلی خیلی خوش اومدین. امروز تصمیم گرفتم که برای اولین بار یا فکر کنم برای دومین بار یه روز کاملمو از صبح تا شب فیلم بگیرم. بعد امروز از اون روزای کاریمه، یعنی از اون روزایی نیستش که مثلا کاری نداشته باشم یا مثلا بیکار باشم و اینا. واسه همین نمیدونم که اصلا قراره چجوری پیش بره، اما تصمیم گرفتم که امروز رو ولوگ بگیرم و یه روز کاری تقریبا بهتون نشون بدم. چون همیشه معمولا ولوگایی که میگیرم روزایی که حالا مثلا سر کار نیستم یا حالا از سر کار اومدم خونه، گفتم امروز خوب میشه که از صبح بخوام بهتون فیلم بگیرم و نشون بدم. بعد خب سر صبح قیافه هیچ کس معمولا قشنگ نیست، پس منم از این قاعده مستثنا نیستم. ساعت 6 پا شدم، نمیدونم که چرا ساعت 6 پا شدم. معمولا من ساعت 6 پا نمیشم، ساعت 7 پا میشم. امروز چون خواستم ویدیو بگیرم یک ساعت زودتر بیدار شدم تا بتونم کارامو زودتر انجام بدم دیگه هول هولی نشه. الانم بعد از اینکه قهوه‌مو خوردم میخوام برم بشینم برنامه امروزمو بنویسم. البته برنامه هم معمولا شب قبلش بنویسم، اما امروزو گفتم بذار صبح بنویسم که حالا شما هم در جریانش قرار بگیرین و اینا. ولگ گرفتم باعث میشه که من بخوام یکم جنب و جوش بیشتری داشته باشم، یکم کارامو با نظم بیشتری انجام بدم. واسه همین روزایی که ولگ میگیرم و واقعا خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه زندگیم یه نظم باحالی داره، بیشتر نظم داره و این خوشحالم میکنه دیگه. واسه همین مرسی که ویدیو رو نگاه میکنیم. کنده صبح زود اومدن سر کار خیلی دوست دارم واقعا، چون که خیابون کلا خلوت خلوته و هیچ کسی نیست. بعد اصلا اینگاری یه حس نمیدونم شروع باحالی داره. کلا من خلوتی به سر صبح خیلی دوست دارم، یعنی الان هوا یه جوریه که صبح خیلی خوبه. البته از حدود یک ساعت دیگه واقعا آدم شروع میکنه به پختن اگه بیرون باشه، اما واقعا خیلی خلوتی سر صبح دوست دارم. بعد اینجا توی خیابون اصلا هیچ کس نیست، فقط چند تا آدم میرن و میان. و آره من همیشه قبل از اینکه بیام سر کار آرزوی اینو داشتم که محل کارم یه همچین جایی باشه. کلن امروز همه چی داره زودتر اتفاق میفته. زودتر اومدم سر کار، زودتر بیدار شدم و آره دیگه چون میخواستم فیلم بگیرم واسه همین زودتر اومدم. اینقدر تند رو میرم صبح اصلا کلن نفسم میگیره موقع حرف زدن. اینو زمان حرف زدن متوجه میشم که خیلی تند رو میرم. بعد اگه یکی من تو خیابون ببینه واقعا انگاری مثلا خیلی عجله دارم یا مثلا باید حتما به جایی سر صبح برسم، واسه همین اینقدر تند رو میرم. یه آقای همین الان رد شد، فکر کرد من دیوانم. مطمئنم که فکر کرد که من دیوانم. بخشای مختلفی تقسیم میشه دیگه، یعنی در طول روز احتمال داره من کارهای خیلی زیادی انجام بدم که در نهایت هم خیلی پیچیده و اینجوریه. اما یک شنبه و چهار شنبه من برای یه ویدیویی از یه مدلمون بگیرم، خیلی بد دارم توضیح میدم، احساس میکنم که شأن و شخصیتشو خورد کردم، یه مدلمون بگیرم. بعد آره امروز هم چون که یک شنبه است، من تا قبل از اینکه این ویدیو رو شما ببینید سناریوشو نوشتم، همه کارشو انجام دادم، الان دیگه کم کم داره آماده میشه که بیام ویدیوشو بگیرم. بوی سیر میاد. آره بوی سیر میاد. آخ چه مریم چه خوشمزه‌ای داری. چون این بخشی که فیلم برداری میکنیم خیلی نزدیکه به آشپزخونه، واسه همین هر وقت بچه‌ها غذا گرم میکنن بعد من طبق خیلی داری میای نزدیک.
بعد من طبق معمول دیر صبحونه میخورم، معمولا این تایما خیلی گشنم میشه. بی حرکتی میزنم. خیلی ها قدیم بود. شب چهار کن عزیزم، حالا خواهی رو بابا رو حالا بگم زدی. خب همیشه فیلم برداری خوب پیش نمیره، گاهی وقتا همه چی رو میچینی، همه چی رو انجام میشه، بعد دوربین رو که روشن میکنی میبینی مدل اصلا خوب نمیفته با لباسی که پوشیده. برای همین یه تایمی این وسط به بتالت و بیکاری میگذره، مدل آماده شه و دوباره بخوایم عکسو بگیم. چقدر موزیک میخوره به حال این روزهای ما. و آره دیگه اینجوری خلاص. بعد آره دیگه الان منتظرم که مدل لباسشو عوض کنه بیاد دوباره ادامه ویدیو رو بگیریم. خستم. کبوتری کف کرده در باد، بغض کرده در آب، او بسیار ناراحت و غمگین است. مختلفی انجام میدم واسه همین الان یکم خسته میشم زود. این مدت واقعا فشار خیلی زیادی روم بوده واسه همین یکم مغزم کار نمیکنه، اما خب اوکی میشه. یه روز واقعی کار اینجوریه، واقعا همه روزا آدم ها اینجور نیستن که بخوان واقعا برن سر کار، واقعا میخوان کار کنن. بعضی روزا آدم یکم انرژیش پایین تر، اما خب زندگی اینجوریه دیگه. دمه زهره، چون واقعا هوا خیلی گرمه. بعد امروز باید بریم فروشگاه فیلم برداری کنیم، بعد داریم بریم فروشگاه همین دیگه. خیلی ولی واقعا خیلی هوا گرمه. تن که فعلا نمیتونیم فیلم برداری کنیم چون که یکم جا شلوغه، باید بمونیم تا خلوت شه بعدش بخوایم فیلم بگیریم. گفتم بعضی وقتا فیلم برداری ها با تاخیر انجام میشه یا همین چه اونجوری که باید پیش نمیره، منظور همینجوری بود. اما به صورت کلی واقعا این مدت خیلی فشار زیادی توی محیط کارم رومه، به خاطر اینکه هی با کارهای مختلف بکنم، هی با بخشای مختلف و آنالیز و ساپورت کنم، یکم سخت میشه. اما خب خدا شکر داره انجام میشه و داریم پیش میریم دیگه. احتمالا توی این هفته یه مرخصی بگیرم خودم، یه آف بدم تا بتونم رفرشم و ادامه بدم. آره و خب حس میکنم هنوزه که هنوزم کامل متوجه نشدی که کار من چیه. کارهای مختلفی من انجام میدم، میگم که فیلم برداری میکنم، سناریو نویسی میکنم، ادیت میکنم و طراح گرافیک هم هستم. یعنی این بخش رو با هم دیگه انجام میدم. در از هر کدوم از این بخش رو باید یک نفر به صورت مجزا انجام بده، اما خب چون هنوز تیم ما به اون صورت بزرگ نشده، هنوز این مسئولیت رو گردن منه و من انجام میدم. اما خب فکر کنم توی همین امسال جزو برنامه هستش که بخواد گسترش پیدا کنه تیم محتوا و هر کسی بخواد یه بخشی از این بخشا رو دستش بگیره و انجام بده. آره کارم تموم شد، کارم تموم شد، کارم امروز روز خیلی سختی بود، واقعا امروز روز خیلی سختی بود. تایید شد. خدافظ. خدا رو شکر خوب پیش رفت و کارم تموم شد. الانم باید بریم برای یکی از همکارام که فردا تولدشه کادو بگیریم.
داریم میریم یه جایی به اسم انزرمول که توی انزریه. اگه اومدین انزری حتما بیاین اینجا، خیلی جای باحالیه. و آره دیگه، حالا بریم اونجا برسیم ببینیم چه جوریه دیگه. من الان امروز فقط می‌خواستم محیط کارمو ولاگ بگیرم، ولی اونجایی که خیلی پاره پاره شد ولاگش، گفتم که یه دونه کامل‌تر بگیرم دیگه، یعنی کل روزو بخوام ولاگ بگیرم براتون، صرفا به همون محیط کارم بسنده نکنم. بچه من داشتم کتابا رو مسخره میکردم همینجوری، بعد یه خانم اون وسط نشسته بود، من یهو این ویدیو رو که قطع کردم دیدم یکی اون وسط نشسته. اومدم خونه، رفتم دوش گرفتم، واقعا خیلی خوشحالم که از اینکه آخر شب میام خونه. خیلی روز پرکاری داشتم، مثلا نفهمیدم که چه جوری گذشت، اینقدر که کار داشتم، هی از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، اصلا خیلی شلوغ بود برام. ورزشم هم نرسیدم، غذای چرب خوردم. هی اشکال نداره، بعضی وقتا پیش میاد دیگه اینجور چیزا، اما بعضی وقتا که البته این اواخر خیلی داره پیش میاد، خیلی داره پیش میاد. اما روزای پرکاری رو دارم میگذرونم و الان حدود 2 هفته است که این قضیه ادامه داره و من نمیدونم که تا کی میخواد ادامه پیدا کنه، اما خب داره بهتر میشه. اینم از این، مرسی که توی این ویدیو همراه هم بودین، امیدوارم که تونسته باشم یه روزم رو کامل بهتون نشون داده باشم. الان بعد از اینکه این تیکر رو گرفتم باید برم بشینم ویدیو رو ادیت کنم و براتون بذارمش دیگه خیلی زود. مراقب خودتون باشین، توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.